رویا بابا خوبی؟ آره خوبم. یه ذره پام درد گرفت فقط. ببین بابا من صدات کردم که مثل دوتا مرد بشینیم با هم حرف بزنیم. الان مامانت هم نیست، تنهاییم. میخواستم بهت بگم پسرم ترک کن. جان اجازه بده. من ترک کردم، پس تو هم میتونی ترک کنی. فقط یه خورده اراده میخواد. منم جوون بودم، همسن و سال تو بودم، تو رو درک میکنم. من تونستم، پس تو هم میتونی. بله همانیان همانیم یه لحظه اجازه بدین جون داداش، من لباس دارم نیست، الان میام دربان میکنم. اجازه سریتر آقا، اجازه سریتر. شش الان اون آقای دیگرم نبینید. بفرمایید. سوالا چه کلی؟ زهر مار جونه بابا. دزدی؟ آره. چرا؟ فکرم رئیس دانشگاه است. چرا؟ بقایه شبیه توه. به خاطر اینکه میگن میاد سرزده سر میزنه به خوابگاه. نه ترس بابا، حتما داشتی شکول میزدی. آره جونه دادا. ای شیطون، حالا شکول داری بزنی با هم؟ آره میخواد. چه که نه خوبشم داره. دست به کار خطایی نزن، اول بذار من سر گوش باب بدم. حالا میام. شکلات هم شکست. شما و عمو صحبت شکلات میخوردین؟ ببین اون مال خیلی سال پیش بود، بچه هم ترک کردیم دیگه. اون وقت مامانم میدونست؟ یعنی جلو مامانم میخوردین؟ بله مامانت میدونست، منتها جلوش که شکلات نمیخوردیم، ولی همیشه مچ منو میگره. سلام. دوباره شکلات خوردی؟ نه بابا. آره نه بابا. نایید خانوم، از کجا میفهمید؟ نمیدونم، هنوزم که هنوزه برای خودم هم سواله. چی شد ترک کردی بابا؟ داستان داره. عجب چیزیه اینایی که غیر واقعی مواد بد میزنن توش، بوی کود میده. اینا اصله. اصله. خیلی خوبه. خیلی. ببین من میگم خیلی قویه ها، شکلاتش زیاده، فکر کنم تلخ تلخه، 90% شکلات داره. آره من الان فشارم رفته بالا، حس میکنم سرم داره گیج میره. خب نه تو از صبح تالا خیلی چیز کردی خوردی. خدا رحمت. چیه؟
خب نباید تهشو بخوری که تهشو بس الان چطوری؟ چطوری؟ خسرو جو خوبی؟ دیر اومدی بابا چه شکلاتی داشتی میزنی؟ دیر اومدی سوختی تموم شد ای بابا چیه؟ او؟ 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 خارجکی عذاب گذشته؟ بده من یه گاز من بزنم بعد خودت شروع کن یه گاز نامرد رو ببینم چطوره؟ خوبه؟ خوبه آره؟ بابا بابا بده یه گاز من بزنم بابا میشه به من دادی که من به شما بدم نمیدم دیر اومده خون اولین باری که شکلات خوردیم یادته شما یادتونه؟ آره دونه ای میخریدیم این اصل از آب گذشته است و خارجکی پس عمو خسرو هم اهل شکلات بودن بابا خسیس بده من یه گاز بیا بابا جایی دلون میگه یه گاز بده من بزنم خسی آقا موقعیتون نامناسبه بریم یه جای دیگه باشه بده دست خودم دست خودم بریم حالا یه جای دیگه بابا پاشو بابا من یه دقیقه یه دست خودم ها باشه خودم نه من بگیرم سلام بابا غلطی میکنی؟ سلام هیچی بابا داشتیم ورزش میکردیم این چه نفس نمیکشه؟ همین دیگه داشتیم مسابقه حبس نفس میکنیم اینم شد ورزش؟ دنبال یه ورزش درست درمون باشین باستانی بیاییم پیش خودم بهتون آموزش میدم این خفه شد مرد اما من خودم تو مسابقات باستانی یاد طولایی دارم سالها میچرختم تو ورزش باستانی هستیزم بله توجه داشته باشید بسه الان میری تو در دیبا این کارا چیه؟ ما بین شما ستا اگه یکی یه چیزی بشه اونم اینه این دوتا که آبی ازشون گرم نمیشه من باید برم چی شد؟ یه بوی بیاد من نبودم آه چیزه برگ پاییزی اون پشت میسوزونم برای که این چیز بشه این دود بوی دود بیادی بوی برگ پاییزی نیست چیه؟ بوی شکولاته نه شکولات بلنشی بری خونه اینجوری علاف نگردی تو پارک بودم بریم بینم چشم بابا بریم بچه بابا رفت خیلی گذشت بابا بریم یه چه دیگه بابا بخوریم به به چقدر آموزنده چقدر خوب بود پدر جان من برم دانشگاه نه هنوز حرفم تموم نشده آخه درس دارم دانشگاه دارم مشروط میشم اب نداره اشکال نداره؟ نه این یه بار نه میخوام بهت درس زندگی بدم پویا به به حداقل برم آب بخورم نه تشنمه نه حالا یه دقیقه آب نخور اگه مردی با من خوبه. نه. چیه خوب؟ نه به درد عزیزم خب چیش از خوب باشه؟ یه ویزیتوره خوش صحبت مجرب خوش تیپ میخوام. خب خوبه که. خب تو کجا میگی مشخصت داری؟ عزیزم خب من خوش تیپ که هست خوش صحبت که هستم. قشنگ نیستی دیگه تو واقعا با نمکی. ناراحت شدی؟ قشنگ قربونت برم منظوری ببین منظورم اینه که اصلا ویزیتوری در شأن تو نیست. ولش کن. من تو راه شغل دیگه. اینجا نوشته که به یک داد بزن نیازمندی با حقوق مزایای عالی. داد بزن یا باد بزن؟ عزیزم داد بزن دیگه داد بزن دیدی که جلو در مغازه میگن که بیا برس به تازه برس به تازه آقایون خسیس خانومای عزیز بفرمایید حراج واقعیه عالیه خدا نکشه دینم شد چیو خب میدونم الان نون تو مارکتینگ و تبلیغات این آره من نمیدونم نون تو چیه ولی میدونم امروز هر جوری شده خشیش ما باید برای تو شغل خوب پیدا کنیم 100% بذار آخر خطو بهت بگم عزیزم مگه ما خرگوشیم این کاهو چیه این هوی چیه به جای پرتقال نارنگی این چیزا میاری بخوری پرتقال نارنگی رو که میخوریم اینم به خاطر خاصیتش باید بخوریم عزیزم اصلا این سردی میکنه خب فهمیدم میشم برای چت نبات درست میکنم قربونت برم این خوبه بیمار نه چی خوب نه یه بیمارستان تخصصی مغز و اعصابه میخواد برای نیروهایی که نه دیگه بدن جراح میخواد دیگه عزیزم جراح میخواد آخه تو جراحی؟ جراح نیستم ولی میتونم کمک کنم مثلا عرق پاک کنم پنس بدم خشی نگهبان میخواد نگهبان؟ من با این هیکل برنش برم اونجا نگهبانی بدم خب همینو میگم تو نزدش آقا نه تو ارژانس آقا این کارو نکن نه بابا نه نیستم آه خشی؟ خشی این عالیه به نظر من یه مرکز خرید سینماییه خب تازه تأسیس شده کلا داره جذب نیرو میکنه مدیر مسئول میخواد مدیر داخلی میخواد صندوقدار میخواد بلیت فروش میخواد یک کدوم از اینا میخواد عالیه اصلا به دلم اومد که آقا این
درسته درست میشه. واقعا سرت شمارهشو بده. باشه یادداشت. حسابشو بکنم من بلندشم میرم اونجا. بعد از بلیط فروشی شروع میکنم به هنروری میرسم. بعد میرم بازیگر میشم. بعد جلو دوربین میگم فردا که آفتاب غروب کنه هیچکی نمیگه خشایار چی بود و چی شد. ولم کو بهناز بذار بگم. خوبه؟ شیلای دورت بگردم چقدر تو با استعدادی. من همیشه بابای خدا بیامرزم بهم میگم بگو استعداد تو مثال زدنیه. ایشالا که هرچی عمره اونه خاک پای خاک خدا رحمتش کنه. زنگ بزن شمارش بگو کدو بگیر کد 88 88 88 این کده؟ نه کدو که بگیر سه پیسه 88 این سمت سوی ولیعصر اون براست. آره 88 سمت سوی ایران شهر. 88 منو مسخره کردی؟ خب 8 دیگه. نه مگه میشه 88 باشه؟ نه 68 بود. 6 آها. خب 88 خب 8 دیگه کارمون به یه جایی رسیده بود که از صبح تا شب ما شکلات میخوردیم، از خواب بیدار میشدیم همینجوری شکلات میخوردیم تا موقعی خواب. بعضی روزا من ناشتا شکلات میخوردم، از خواب بیدار میشدم اول شکلات میخوردم بعد تازه مثلا صبحانه فلان اینا. یا بعضی از شبا مثلا از خواب بیدار میشدم برم یه لیوان آب بخورم یه دونه شکلات میخوردم بعد تازه میرفتم یه لیوان آب میخورم دوره میرفتم میخوابیدم. خیلی اوضاع بدی بود. وقت پدر جون شما این همه شکلات میخوردی مرز قند نمیگرفتی؟ واسه سلامتی ضرر داره. بله میدونم پویا. تا اینکه همینجوری گذشت که یه روز از خواب بیدار شدیم اون روز یک اتفاق خیلی مهمی افتاد و اون اتفاق روی همه ما اثر گذاشت و باعث شد که یک تصمیم جدی و جدیدی بگیریم. حالا میتونم برم؟ کجا؟ شکلات بخوری؟ نه 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 آقا میخوام آب بخورم پدرشون تشنمه. نه صحبت جونه دادا پاشو دیر شد کلاس داریم صحبت زور شعبیف صحبت این بوی چیه داره میاد کجایی تو صحبت جون داداش اینجا چی کار میکنی صحبت این بوی چیه بوی جرابه خسروه دیشب نزاش بخوابیم آخر سر اومدم زیر تخت دماغم هم بستم تأثیری نداشت جون داداش بگرم چای فاضلاب گرفته بر شده اصلا مخاطب اینیم سر شده گوشم هم گرفته مهمونم هست نمیشه بهش چیزی گفت کیف شبیه موش مرده هم هست نه بابا دیگه بیدارش کنیم خسرو پاشو مهمونی تموم شد دیگه جون داده ما کلاس داریم باید بریم خسرو خسرو سلام چی زدی؟ سران چرا اینجوری شده جنه دادا؟ سران چرا اینجوری شده؟ صدا شده شبیه قول جزیره هزار اردک حالا یک دو سه بکرم میکنیم چه 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 دیم اینجوری شده؟ خیلی مامتی شده خوش شده یه دکتری چیزی ببرید بزرگ بزرگ نگو شیش سیخ کباب شیخی سیشه سیخی شزاره سیشی سیشه کباب شیخی شیشه اصلا بوی جورابشو فراموش کردم از بس شکول میزنی پسر از بس شکول میزنی صداش از دست رفت حالت خوبه عزیزم شما دکتری؟ بله مدرکم هم از فرانسه گرفتم آی دکتر دکتر با حکیم فرق میکنه؟ نه یکیه آقا حکیم اینو پرسیدن حکیم ببخشید آی دکتر به نظر شما صدام خوب میشه آی دکتر ببخشید جون داداش این رفیق ما حالش خوب میشه؟ چی بگم؟ ولی صدام به حالت قبل پر میکرده چی بگم؟ ببخش آقای دکتر شما تو فرانسه دکترای چی بگم گرفتین خب یه چیزی بگین دیگه. نه تنها دیگه صداشون به حالت اول و عادی بر نمیگرده، بلکه ایشون یک ماه بیشتر زنده نیست. شاید هم کمتر از یک ماه. آقای دکتر من نمیخوام بمیرم. آقای دکتر یعنی راهی نداره؟ متاسفانه مصرف بیش از حد شکلات باعث شده که ریه‌اش آسیب جدی ببینه. در ادامه عوارضش باعث شده تارهای صوتیش هم از دست بده. کاری از دست ما ساخته نیست. یعنی راهی نداره؟ یه راه داره.
چرایی؟ 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 راهش اینه که شکلاتو ترک کنه. اگر شکلاتو ترک کنه دیگه شکلات نخوره؟ قول نمیدم، تضمین نمی کنم، ولی شاید، شاید خوب بشه. ببین تازه شاید بهتر بشه. خوبه خوبم که نه. آقای دکتر، مصرف شکلات چه ربطی با ریه داره؟ ربط داره عزیزم، ربط داره جانم. مصرف شکلات عامل اصلی سرطان ریه است. آقای دکتر من معذرت میخوام، ببخشید، خیلی خیلی عذر میخوام. کجای دنیا یه دونه شکلات باعث سرطان ریه میشه؟ همین جای دنیا عزیزم. اینا که من نشسته. آقای دکتر من واقعا نمیخوام ببینم، من جوونم. متاسفم، کاری از دست من ساخته نیست. من که دیگه هیچ وقت تو زندگیم شکلات استفاده نمیکنم. یعنی هر کی ببینم داره شکلات استفاده میکنه دهنشو میدوزم که دیگه نتونه شکلات استفاده کنه. سلام خشی. سلام خسته نباشی، خوبی؟ چطوری؟ چی شد؟ خوبی؟ قربونه. چه کاریه خشی جان؟ خشی چیزی شده؟ نه چیزی که نشده، ولی خب تا مگه به جای من بودی همونجوری میشدی. آه بهناز بدبخت شدم. چی شده آخه خشی؟ چرا پاره بکنی؟ اصلا کلا حالم برای بیناست. آخه عزیزم بیدینی رفتم اونجا تا گفتم سلام کنه، این خودشه سری باید تست بدی. بعد من رفتم تست دادم، بعد تست حالا بگوی چی بود؟ من باید در یک ثانیه یه دین اینجای ورقه به من میدادن، گفتن 1001 1002. بعد من بعد یک ثانیه اینجوری سه تا ورقه رو پاره میکردم. بعد تونستی پاره کنی؟ آره من تونستم 4 تا ورقه رو پاره کنم. آخه من خیلی خوشحالم خشی. آره. که تو اینم موفق بودی. آره. بعد چطوری تمام زندگی رو پاره کنی؟ آره. شما اگه مثل من بودی از صبح تا شب همینجوری هی رابرا پاره میکردی تیک میگرفتی دیگه. خب حالا شغلت چیه دقیقا؟ شغلم هیچی، من تو اون همون مجتمع بود سینمایی من میرم اونجا. بعد این آدما میرن بلیت شهر بازی میخرن، با بچه‌هاشون میان، بچهای گوگولی و گولی میگن سلام عمو، بعد با بلیت اینجوری پاره میکنن. بگم سلام چولو بفرمایی. همینجوری همینجوری یعنی تو داری پاره بناز بمیرم برات خشی، الهی بمیرم برای تو. من تیک گرفتم بناز، منم عصبی شدم، من دیگه خسته شدم بناز، میخوام ترک کنم واقعا. آره آره واقعا خشی، این تصمیم خودته. آره واقعا تصمیم گرفتم ترک کنم بناز. من کمکت میکنم. آره تو فقط باید بیای دسته منو ببندی، من دیگه هیچی نتونم پاره کنم. باش. فقط تحت هیچ شرایطی دستامو باز نکن. اصلا آره. امکان نداره. بناز این عکسای عروسی اونو میاری من پاره کنم؟ عکسای عروسی مونو چرا؟ چون ویرام گرفتی. خشی همینا رو پاره کن تا من برم یه چیزی بیارم دسته ببندم. آخه اینا لذت بخش نیست، نه این زود پاره میشن. تو خوشت میاد من چه حرفی زدی خشی ها؟ بهناز وای دارم میمیرم چیکار کنم. بهناز بوده دیگه، بهناز برو. من دیگه حالم داره خوب میشه، از صبح تا الان داری منو میپایی، اصلا حالم یه جور بدیه. خسرو من میرم اتاق بغلی میشه بچه ها. بله. کار خلافی نکنی ها. برام اصلا من ندارم شکلات که بابا. ببین صدات بهتر شده. آره حرفای دکتر یادت باشه. آره حرف خوبی زد. آره پس صحبت غذا رو آورد، جون داداش بیا منو صدا کن با هم بشیم غذا بخوریم. هستی فعلا تو اتاق دیگه؟ آره. آره بابا برو خیالت راحت. برام جون یاد خلی برام. سلام برام چی خیلی زود اومدی؟ شکلات خوری درسته؟ شکلات نه به جون تو برام جون. من خودم شکلات خورم، بوی شکلات داره میاد. برام به جان تو خیلی خراب بودم، وزمزه شدم برام. به جان تو از این بعد تو دیگه دست خسروی جراح شکلات نمیبینی، هیچ نوع شکلاتی برام، باور کن. خسرو سرطان میگیری؟ آره. دندون لسه ریه. آره. نکن این کارو. مقصد الان که یه زنم صدام بهتر شده ما. آره دیگه رعایت بکنم دیگه. چشم برام باور بکنید این آخرین شکلات زندگی.
اصلا دیگه شما به هیچ وجه من الوجود دست خسرو جراح شکلات نمیبینید. دیگه خودم هم خسته شدم بابا. داری میمیری بدبخت جون داداش. میدونم. آقا صبر جون داداش رو کن چی گرفتی؟ چیه شکلاته؟ نه خیر. و علم به کمک بشر میآید. آدم سه ترک شکلات. واقعیه؟ واقعیه دارم میخورم خودم. یعنی ما بخوریم ترکیم؟ ترکیم. سلام آدامز خدافز شکلات. مرد اما یه حس ترکی نداری؟ نه نه شکلات نمیده؟ نه ترک کجا میری؟ اصلا به حرفای من گوش میدی؟ بله گوش میدم پدر جون، شکلات خیلی چیز بدیه واسه سلامتی آدم، ضرر داره. منم کار دارم، بذار برم. ببین پسرم، این چیزایی که من دارم به تو میگم درس زندگیه. من موامو که تو آسیاب سفید نکردم. اصلا داستان شکلات تر کردن تو چرا برای من تعریف میکنی پدر جان؟ من اصلا شکلات خوشم نمیاد بابا جان، ولم کن. ببین پویا، همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. تو هم باید ترک کنی. بابا جا ترک چیه؟ چرا گیر دادی به من؟ ترک کنی ترک کنی باشه، اما خسرو چی شد؟ قطعا نمورده که، زنده است. همین دیروز دیدیمش دیگه. آفرین، چه سوال خوبی پرسیدی. یه هم برام داداش بابات نمیده بخ جونه داداش سر کار شب میاد دیگه. بابا این بابای تا یوهی دیدی اومده. اگه گذاشتی جونه داداش شکلات با خیال راحت بخوریم یا نه؟ بابا این خیلی خشکه، نکنه مونده. خیلی هم تازه است جونه داداش. مال من که خیلی تازه تازه است، بهش بوی داره. برام نرمش نرمش سنی رو با بعد بر راستی بابا چقدر زود اومدین؟ یعنی خونه خودم باید از شما اجازه بگیرم که چرا زود اومدم؟ خوش اومدین. قربان آقا، چیکار میکنین نرمش؟ بله. زیادی نرمش کردین، سوختین. میلو بردا بیار. میلو؟ سرکو میلو؟ چی؟ بوی چی میاد؟ هیچی بود؟ شکلات؟ نه، عرق کردی، عرقه. آره، خب ازش کردی، میلو بردا ببینم. موقع میرزدنه. بفرمه آقا صحبت من برام جان میخوای تا فردا تعارف کنیم؟ برا با بزن دیگه، بزن دیگه برام جان. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. این اصلا کجا شکل منه؟ بزنی اصلا بودی حرکت جدید بود. شما بزن صحبت جون داداش. آره جوری بلدم اما شما ببخشید اینجوریه. داشتی خودتو اصلا این کاره نیستن. شما نمیزنم جان، من عینک رو نگیوردم. چه ربطی به عینک داره؟ میل بزن به همینجون داداش. دباش موضوع باش. من یک خواهی بحث نشد من. از شماها باستانی کار دارم. همون شما که پیری دیگه. آفرین نظر شما فچارت. به به آقا جون. یکی و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نه تا و ده تا یک ده و دو ده سه ده و چهار. بیار کپ با در رو بیار کپ با در رو. اما اینا پلاستیکش نیست نه؟ اره جبون ترا. یکی و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نه تا و ده تا ده یک و ده دو ده سه و ده تا. پسر خلوت کردی؟ تو چه دانشگاه نرفتی پس؟ از ایشون بپرسین. تو چرا زود اومدی؟ من دیگه نرفتم خرید، انقدر تو باشگاه خسته شدم یه نفسم بالا نمیامد، گفتم بیا خونه زر استراحت کنم. دلم برات تنگ شد. منم همینجور. ای وای جلو بچه حالا. بچه چیه مادر من؟ من مرد شدم واسه خودم. قربونت برم الهی، میدونم مامان جون مرد شدی. اتفاقا برات یه دختر در نظر گرفتم تو باشگاه، پنجه آفتاب بهرا. براش زود نیست یه خورده؟ زود چیه؟ الهی قربونت برم. عکسشو نداری؟ عجب بچه‌ای. بی ادب به قول عمو خسرو. من هم سن تو بودم روم نمیشه جلو بابام پامو دراز کنم. چه ربطی داره پدر جان؟ این ازدواج بعدم کار بدی نیست. ببین چه زبونی داره.
عکس ندیدی؟ میگم عکس، اسمشو نمیدونی چیه؟ ماما جون تو هم دیگه پرو نشدی که برف بابا احترام بذار عزیز دلم. شما درس بخونی سر کار بری بعد. خب حالا بگو ببینم برام در مورد چی حرف می‌زدی؟ در مورد هنجارهای اجتماع، مشکلات جوانان، اعتیاد. هنجار؟ اصلا قیافه شما به هنجار میخوره. راستش بگو در مورد چی حرف می‌زدی؟ داشتم در مورد ترک شکلات هم بهش میگفتم. بهرام نکنه دوباره رفتی سمت شکلات؟ آره مشکوک میزد. باز شروع کردی؟ بهرام اگه ببینم بری سمتش نه من نه تو. ترکت میکنه منم ترکت آره. میکنم. نایت 30 سال من لب نزدم به شکلات. بهرام 20 سال هست. بهرام دیگه 10 سال شده دیگه واقعا. شده خب تعریف کن حالا. ما سر کار بودیم گفتیم همه با هم شکلات بخوریم. آی نسیم سر سکان ما را و خود ببرس کوچه ها. میام صحبت آدم روزی 12 ساعت جونه داداش کار میکنه خیلی خسته میشه. آره مخصوصا اینجا خیلی به آدم فشار میاد تو کار. میگم اینقدر شکلات خوردیم شکلاتمون داره تموم میشه، بریم باز بخریم. بریم بخریم. شما اومدین اینجا کار کنین یا بخوابین؟ من نگفتم تو صحنه کسی شکلات نخوره. بلنشین بریم بیرون جفتتون اخراجین. اخراج؟ پاشین بریم بیرون. بچه ها جونه داداش نایید گفته که اگه یه بار دیگه ببینه من شکلات میخورم بزن طلاق میگیره. فعلاً که با خاطر شکلات اخراجم شدی. بابا من چی میگید؟ از وقتی که دارم این آدامس ترکی شکلو میخورم پاک بیشتر عوض میکنه. اصلا پاک شکلی شدم رفت. من میگم باید یه کاری بکنیم. چی کار بکنی؟ و بگو دیگه. از من که گذشت، من که دیگه رفتنی هم. شما دادا فکر خودتون باشه. خودتون ما رو تنها نذار. الان وقت رفتن خسرو. بچه ها من میگم ما باید یه کاری بکنیم. یه کار کنیم؟ همین شکلات هایی که الان همراهمون داریم نفری یه نخ خریدیم. خب اینا رو همین الان بندازیم دور، دیگه هم قول بدیم طرف شکلات نریم. واقعی؟ بله. بابا حیفه، من میگم این یه دونه رو بخوریم دیگه از بعدی دیگه این کار رو بکنیم. نه ببین ایراد کار همینجاست جون داداش. اگه ما تونستیم از این بگذریم گذشتیم، اگه بگیم این آخریه و قصد فردا و اینا باز خراب کردیم. راست میگه حکیمی رو گفتن حکیم. بری تو هم دیگه. باشه آقا بریم. 3 2 1 برو دیگه برنگردی. دیگه از اون موقع ما لب به شکلات نزدیم. پس اینجوری ترک کردی؟ آره. چرا نمرد؟ دکتر علکی گفته بود دیگه، اینجوری گفته بود ماها بترسیم دیگه لب به شکلات نزدیم. چه داستان آموزنده‌ای. مسخره میکنی؟ نه فقط نفهم این داستان چرا ربطی به من داره الان. ببین پویا جدی دارم بهت میگم، تو 24 ساعته توی اینترنتی، اون گوشی همش دستته، اون گوشی سرطان‌زاز، تو الان به اینترنت و موبایل و اینجور چیزا معتاد شدی. چه ربطی داره پدر جان؟ چون من استفاده میکنم یعنی معتادم. نه خیر، اینترنت یه عالمه فایده‌ام داره. نه عزیز من، بابا داره درست میگه. بله فایده داره، ضررم داره. باشم تو توی اینترنت فقط داری بازی می‌کنی مامان جان، دیگه کاری نمی‌کنی. شما الان این همه داستان تعریف کردی که من با گوشیم بازی نکنم؟ آره. خب پدرش زودتر به من میگفتی من دیگه بازی نمیکردم. خب من به تو میگفتم تو گوش میکردی؟ بله. الان بهت میگم پویا جان دیگه با گوشیت بازی نکن، منقلب شدی الان؟ به شدت. دیگه من دست به گوشیم نمیزنم. مثلا گوشی چیه؟ من که چشم آب نمیخوره. پدر جان من مرد شدم، فردا پس فردا میخوام زن بگیرم ناسلامتی. اوه خیلی خب، ولی منم یه حرفی زدم، نمیخواد انقدر سوء استفاده کنی تو. من اینجا نباشم بهتره، باشم برم دانشگاه. بله برو شما. بنظرم من عاشق این فیلمه. جدی میگم اونجا که میره به بچه باد بادک بازی یاد میده لب دریا، بعد بچه غرق میشه، بعد این به باباشنا دروغ میگه و اینا، بعد برمیگرده تهران، بعد شوهرش به زنش رو طلاق میده به خاطر اینکه باباش آلزایمر داشته، بعد بلند میشه میره فروشنده میشه، بعد دوباره یاری از گذشته میکنه میره تو گذشته برمیگرده. چیکار داری میکنی؟ تمام فیلمای که این بیچاره ساخته رو پاره پاره کردی، اینجوری دوباره واسه کردی به همه؟ نه خب تمش یکیه با همه. ببین ول کن اصلا فیلم ها رو.
اینو ببین، پروانه دامپزشکیمه. خب بالاخره تونستم تمدیدش کنم. هر وقت دستو باز کردم بعدن اینا باید برام یه قاب خوشگل رو بریم بزنمش تو مطب. دوباره این الان پروانه است؟ آره دیگه. چرا شبیه پروانه نیست؟ نه این یه اصطلاحه. آقا من فکر کردم که چون که شما دامپزشکی، یه پروانه رو میگن خوشگلش میکنن و توش مینویسن که مثلا میگن که آفرین به شما. بنازی دارم میبینه من بخورم. وای بهتر که خش خیلی داری میخوری. چیکار کنم دیگه، حالم خوب نیست دیگه، چیکار کنم؟ بیا جا کمیزه. نه 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 میخواه نه در واقع میخواه بخارون در موقعم. دستو بیاد حالا بخارون دیگه. این میرسه خشیه. بناز دستو باز کن، خواهش میکنم. اصلا حرفشو نزم. بناز خواهش میکنم. اصلا خودت گفتی عزیزم واجبه. خشی نه، بهت میگم بازش کن، میخواه برم دستشویی. ببخشید خشی، باشو بیا اینجا باز کنم. ببین فقط باید قول بدی که دیگه چیزی رو پاره باشه. نکنی خب؟ باشه. آفرین. بازش کن، کمک کنم. آخه آخه اینه پروانه است. آخه 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 خشی، امید به اونایی تعلق داره که از ته دل آرزو. خشی تو واقعا ترک کردی ها؟ آره واقعا ترک کردم. تو بده من آفرین. خطرناکه بیشه. من بده افتخار بکنم. برو دستشو، برو دستشو بیا فیلم رو ببین. بهناز من واقعا من ترک کردم؟ آره دیگه اینا های دست تو ترک. حتما برو دستشو. آفرین بود. اله دارت نگردم من. دست نذار رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.